سلام، من دستیار تحقیقاتی دکتر بروک ترکمن، یکی از اولین فارغ التحصیلان گروه آموزش ویژه دانشکده آموزش حسن علی یوجل دانشگاه استانبول جراح پاشا هستم. پس از فارغ التحصیلی مدتی به عنوان معلم کار کردم، سپس برای تحصیلات ارشد و دکتری به ایالات متحده آمریکا رفتم. من از سال 2017 به عنوان یک آکادمیسیان در این گروه کار میکنم. گروه آموزش ویژه در سال 2012 تأسیس شد. تا سال 2016 فقط معلمین را در زمینه آموزش استعدادهای درخشان تربیت کرد. با تصمیم شورای آموزش عالی در سال 2015، دوره‌های کارشناسی دبیری برای دانشجویان کم شنوا، کم توان ذهنی، کم بینا و استعداد درخشان تحت دبیری آموزش ویژه قرار گرفتند. از سال 2016، گروه ما دانشجویان خود را به عنوان دبیر آموزش ویژه می‌پذیرد. ما اولین فارغ التحصیلان خود را در سال 2020 فارغ التحصیل خواهیم کرد. در سال اول، دانشجویان معمولاً دانش پایه‌ای، فرهنگ عمومی و سایر دروس خدمات را می‌گذرانند. از سال دوم، دانشجویان بیشتر دروس تخصصی را می‌گذرانند. در سال اول، دانشجویان ما تحصیلات خود را فقط با گذراندن درس عمومی گروه مانند مقدمه‌ای برای آموزش ویژه و اختلال طیف اوتیسم آغاز می‌کنند. دبیری آموزش ویژه طیف گسترده از کارآموزی را در بر می‌گیرد. دانشجویان ما در سال دوم با مشاهده سازمانی، در سال سوم با تجربه در مدرسه و سازمان و در نهایت در سال چهارم با تمرین دبیری دوره کارآموزی خود را ادامه می‌دهند. در آموزش ویژه دانشجویان دوره‌های کارآموزی خود را با همکاری در گروه‌های مختلف دانشجویی در سال‌های مختلف پایان می‌رسانند تا بتوانند انواع مختلف دانشجویان در این زمینه مانند افراد کم شنوا، معلول ذهنی، کم بینا و استعدادهای درخشان را بشناسند. دانشکده آموزش ما با بسیاری از دانشگاه‌های خارج از کشور توافقنامه برنامه تبادل دانشجو دارد. دانشجویان گروه آموزش ویژه در صورت داشتن معدل و معیارهای زبان مورد نیاز می‌توانند از این برنامه‌ها بهره‌مند شوند. گروه آموزش ویژه کنگره آموزش ملی افراد با استعداد را برگزار می‌کند. کنگره آموزش ملی افراد با استعداد که در سال 2019 در استانبول برگزار کردیم، یکی از رویدادها و کنگره‌های گروه ما است. گروه ما یک انجمن دانشجویی دارد که توسط خود دانشجویان تأسیس شده است. دانشجویان ما همچنان فعالیت‌ها و رویدادهای زیادی را ترتیب می‌دهند. دانشجویانی که از گروه آموزش ویژه فارغ التحصیل می‌شوند، می‌توانند پس از فارغ التحصیلی در زمینه‌های مختلف کار کنند. اینها مراکز راهنمایی و تحقیقاتی، مراکز علمی و هنری، مراکز توانبخشی، کلاس‌های پایین آموزشی ویژه و مسئولیت‌های مختلف و متفاوت در سازمان خدمت اجتماعی هستند. ما درسی نداریم که در آن دانشجویان آموزش ویژه مشکل خاصی داشته باشند. اعضای هیئت علمی و کارمندان این گروه ساعت اداری مختلفی را در نقاط پشتیبانی دانشجویان دارند. دانشجویان ما می توانند در این ساعت به اعضای هیئت علمی و کارمندان مراجعه کرده و کمک بخواهند. توصیه من به دوستانی که گروه آموزش ویژه دانشکده آموزش حسن علی یوجل دانشگاه استانبول جراح پاشا را انتخاب می کنند به این صورت است: حرفه دبیری حرفه ای است که به فداکاری و عشق فراوان نیاز دارد. اگر کار گروه شما یک گروه آموزش ویژه باشد، فداکاری و عشق بیشتری می طلبد. بنابراین انتخاب تحصیلات شما باید بر اساس همین عشق و فداکاری باشد. انتخاب هایی که به دلیل نگرانی های مربوط به یافتن شغل و دلایل دیگر انجام می شوند، در طولانی مدت باعث نارضایتی می شوند. اگر این حرفه ای است که آرزوی آن را دارید، قطعا گروه آموزش ویژه یک رشته مناسب برای شماست. دانشکده آموزش ما از سال 2019-2020 به پردیس بیوچکمجه منتقل شده است. در پردیس بیوچکمجه ما خوابگاه های دانشجویی، سالن غذاخوری، کتابخانه، امکانات اجتماعی و ورزشی داریم که دانشجویان می توانند در آنها وقت بگذرانند. دانشگاه استانبول جراح پاشا در مکانهای مختلف استانبول پردیس دارد. دانشجویان ما می توانند از فرصت‌های موجود در پردیس‌های مختلف دانشگاه استانبول جراح پاشا بهره مند شوند. برای همه دانشجویان آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که آنها در گروه‌هایی که دوست دارند و آرزوی آنها را دارند شروع به تحصیل نمایند.